لطفاً قبل از هر چیز کانال یوتیوب سنجاقک ایرونی رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله کنارش رو هم بزنید تا به محض منتشر شدن کلیپ های جدید زودتر از همه با خبر بشید. خلاصه داستان سریال هرجایی قسمت 39. ریان با اسبش به طرف امارت شاد اغلو در حرکت است که میران هم از آن طرف می آید. ریان می گوید دنبال چه هستی و از کجا فهمیدی من بیرون آمدم؟ میران با چشمان پر از عشق می گوید قلبم به من می گوید. ریان با خشم می گوید قلب تو از سنگ است، می خواستی من را با پول بخری. میران می گوید دست من خریدن تو نبود، می خواستم تو را از دست خانوادت نجات بدهم. خواهش می کنم آنقدر راحت من را از زندگیت حذف نکن، باید حرف بزنیم. ریان دوباره می پرسد در مورد واقعیت زندگی تو حرف می زنیم، چیزی هست که به من نگفته باشی؟ و وقتی جواب منفی از میران می شنود می گوید دیگر حرفی برای گفتن نیست و می رود. میران به فیرات می گوید باید ضبط اموال شاد اغلو را لغو کنی. ریان از کار من اشتباه برداشت کرده، من باید کاری بکنم. در امارت شاد اغلو هاندان وارد مطبخ می شود و همه را خندان می بیند. سر زهرا فریاد می زند اگر من هم دختر دست دومم را به خانزاده می دادم خوشحال می شدم، و با زهرا درگیر می شود. میران وارد خانه اشان می شود و در مقابل سوال عزیزه که می پرسد شب را کجا بودی جوابی نمی دهد. الیف مادر بزرگش گوش زد می کند داری میران را از دست می دهی، قلب تو از سنگ است. میران به اتاقش می رود و گونل را در حال خواب آنجا می بیند. گونل می گوید می دانم از من متنفری. میران کنارش می نشیند و می گوید من خیلی دوستت دارم، ولی نه به عنوان زنم، فقط به عنوان دخترمو. گونل گریان می گوید ولی من همیشه عاشقت بودم. دستم را نگیر، به من نگاه نکن، ولی این عشق را از من نگیر، چون این تنها دارایی من است. میران گریه می کند. آزاد انگشته ای را که برای ریان خریده بود به او می دهد و می گوید نمی دانی برای این لحظه چقدر منتظر ماندم. ریان می گوید من فقط به خاطر تو ناراحتم، تو من را خیلی دوست داری، ولی من فقط به خاطر پدر و مادرم با تو ازدواج می کنم. تو می توانستی با دختری که دوستت دارد ازدواج کنی. آزاد می گوید من راضی و خوشحالم و خودم دانسته همه چیز را قبول کردم. گل به اتاق ریان می آید و می گوید سرم درد می کند، برویم برای من بستنی بخر. ریان با او به طرف بقالی می رود ولی فیرات سر راه او سبز می شود. فیرات می گوید میران از مصادره اموال شما خبر ندارد، کار مادر بزرگش بوده و تو از حرفای او بد برداشت کردی، قصد او نجات تو بوده، خیلی تو را دوست دارد، زندگی برایش تبدیل به جهنم شده. ریان می گوید همه ی کارها و حرفهای او دروغ است، من هرگز نمی توانم به او اعتماد کنم، و می رود. ملیکه به میران می گوید ریان می خواهد تو را ببیند. میران پیش ریان می رود و ریان به او می گوید باید جایی برویم. آنها به آن کلبه‌ای که میران صبح آن روز شوم ریان را در آنجا رها کرده بود می روند. ریان می گوید اموال خانواده من را ضبط کنی یا نکنی چیزی عوض نمی شود. نگاه کن، ما در آن خانه تبدیل به خاکستر شدیم. فکر می کردم می توانم به تو تکیه کنم، ولی تو آن روز اعتماد نکردن را به من یاد دادی و رفتی و چیزی از ما باقی نماند جز خاکستر. میران با بغض می پرسد اگر برمیگشتم من را می بخشی؟ ریان گریهش می گیرد و می گوید من بخشیدم، ولی خیلی دیر برگشتی، حالا از زندگی من برو بیرون و دنبالم نیا. میران میگوید نمیتوانم. ریان با نفرت میگوید ولی من میتوانم، و میرود. میران از پشت سر صدایش میزند و میگوید این کار را با من نکن. در امارات اسلامبی عزیزه در اتاق الیف حلقه نامزدی پیدا میکند. الیف میگوید این را اتفاقی پیدا کردم و فهمیدم مال آزاد شاد اغلو است. عزیزه از ارتباط او با دشمن عصبانی می شود و الیف می گوید ولی به گونل چیزی نمی گویی که با آزاد قرار ملاقات هم می گذارد.
عزیزه به گونل میگوید شنیدم با آزاد ملاقات میکنی، اگر از اول به من اعتماد میکردی نمیگذاشتم عذاب بکشی. تو نور چشم من هستی و من راضی نمیشوم آسیبی به تو برسد. اگر میخواهی به آرزوهایت برسی باید به حرف من گوش کنی. گونل تسلیم او میشود. سلطان وقتی حرفهای عزیزه با دخترش را میشنود به گونل هشدار میدهد. گونل حرفهای آن زن را باور نکن. گول حرفهای آن زن را نخور. فقط به من اعتماد کن، چون برای عزیزه مهمتر از همه چیز حفظ کردن قدرت و اقتدارش است. خلاصه داستان سریال هرجایی قسمت 40. ریان نمیتواند انگشتری را که آزاد داده دستش کند، چون دلش پیش میران است و علی‌رغم تلاش هایی که کرده نتوانسته میران را فراموش کند. جهان که تحمل ازدواج پسرش با ریان را ندارد به هازار میگوید داری قهوه میخوری و حق داری خوشحال باشی. دخترت دارد ازدواج میکند ولی زندگی من جهنم شده. قرار بود خانوادت را برداری و از اینجا بروی. نصوص سر میرسد و میگوید هیچ کس حق ندارد از این خانه جایی برود و رو به جهان میگوید پسر تو با اینکه میداند ریان او را دوست ندارد آماده ی ازدواج با او است. جهان فریاد میزند ریان لیاقت آزاد را ندارد. نصوح میگوید دشمن میخواهد ما از هم بپاشیم و من اجازه نمیدهم. سپس جهان را به گوشه میبرد و میگوید تو فکر میکنی که اجازه میدهم نوام با آن دختر هرزه ازدواج کند؟ قرار است بعد از هنابندان او را بدزدند و از پرتگاه پرتش کنند. همه فکر میکنند که ریان خودکشی کرده و همه چیز ختم به خیر خواهد شد. جهان اعتماد کرده و سکوت میکند. فیرات از دیدار با ریان برای میران صحبت میکند. این دختر را رها کن. او اعتمادی به تو ندارد. امیدی به او نیست. میران قبول نمیکند. به اتاقش میرود و سنگی از آن خارج کرده و میگوید اگر با او صحبت کنم او به من اعتماد می کند. عزیزه فیرات را به اتاقش صدا می کند و می دانم میران از تو خواسته مصادره ی اموال شاد اغلوها را لغو کنی. حال او خوب نیست. او با قلبش تصمیم می گیرد. چون تو از جان و مال ما محافظت می کنی اموال همینطور به اسم تو خواهد ماند. اگر میران به تو اعتراض کرد با او مقابله کن. فیرات می گوید معافم کنید، من نمیخواهم با میران درگیر شوم. عزیزه میگوید این تصمیم من است. اگر سرپیچی کنی تو و مادرت را نمیبخشم. سلطان حرفای آنها را گوش میدهد و به فیرات میگوید تو فقط خدمتکار هستی، حد خودت را بدان. این اموال دست تو امانت است. فیرات میگوید من از عزیزه دستور میگیرم. او به گردن من و مادرم حق دارد. یارن گونل را سر کوچه ملاقات می کند و به او مژده می دهد که 2 روز دیگر هنابندان آزاد و ریان است و ادامه می دهد این تصمیم پدر بزرگم است. کسی نمی تواند آن را به هم بزند. گونل خوشحال به خانه بر می گردد. ریان به ملیکه می گوید اگر میران متأهل هم نبود باز هم فرقی نمی کرد. زخم هایی که او به من زده قابل بخشش نیست و ربطی به ازدواج او با گونل ندارد. در همین حال نگار آنا جعبه‌ای به ریان می‌دهد. ریان داخل آن سنگی به همراه یادداشتی پیدا می‌کند که میران نوشته سنگ‌ها هم حافظه دارند. اگر ما هم فراموش کنیم آنها فراموش نمی‌کنند. ریان یاد روزی می‌افتد که با میران به گردش رفته بود. این سنگ به پای ریان خورده بود و به میران گفته بود این سنگ را پیش خودت نگه دار، چون شاهد خوشبختی ماست. اگر ما فراموش کنیم سنگ فراموش نخواهد کرد. میران قول داده بود تا همیشه با ریان خواهد ماند. ریان سخت متأثر می شود. میران کنار در شاد اغلو ایستاده و چشم از در بر نمی دارد تا شاید لحظه ریان را ببیند. برایش مهم نیست که کسی او را آنجا ببیند. هازار از راه می رسد و با خشم به طرف او می رود و می گوید چرا دست از سر دخترم بر نمی داری؟ میران میگوید فقط میخواهم ببینمش. هازار فریاد میزند تو ذوق دختر من را از بین بردی. اگر مادرت زنده بود هرگز تو را نمیبخشید.
میران فریاد میزند اسم مادر من را به زبان نیاور. هازار میگوید روزی حقیقت روشن خواهد شد و تو پشیمانتر از همیشه خواهی بود، چون نه من نه دخترم هرگز تو را نمیبخشیم. میران دوباره ناامید بر میگردد، اما درد عشق را با تمام وجود حس میکند و از ته دل فریاد میکشد.